نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد در برابر هراس افغانی از خود دفاع کند. به گفته او مردم پاکستان از حمله های هراس افغانی به شدت آسیب دیدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان از امارت اسلامی میخواهد تا به تعهدهایی که دادند پابند باشند. تا هیچ زمانی از خاک افغانستان به عنوان سکوی پرتاب حمله های هراس افغانی جهانی استفاده نشود. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نیز در واکنش به نشست شورای امنیت ملی پاکستان میگوید مردم افغانستان برادران همسایه افغانستان هستند، اما شرایط کنونی و نامنی پاکستان بیشتر نتیجه سیاست های خود دولت پاکستان است و خواهان بازنگری و تغییر سیاست های این کشور از دولت پاکستان است. بشیر احمد شیرزاد در این مورد گزارش می دهد. We're aware of the recent statement by the Pakistani National Security Committee. The Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. Pakistan has a right to defend itself from terrorism. And meanwhile, we continue, just as I said a moment ago, to call on the Taliban to uphold the very commitment they have made to see to it that Afghan soil is never again used as a launch pad for international terrorist attacks. These are among the very commitments that the Taliban have been unable or... چیزی که همه میدانن که پاکستان ISI خودش در 27 سال گذشته این گروه ها را همیشانه ایجاد کرده و امروز پیامدش ایست که چیزی که کاشته درو میکنه، یعنی افراطیت. دغه موضوعاتو کې حساسیتونه په پام کې نیول پکار دي. د پاکستان دا خبره چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو خلاف غي عملیات کول شي، زما خیال دی دا باید چې په داسې بیانونو نه ګډه وکړي شي. که د پاکستان یو تشویش وي هم، نو لارې شته او لارې ډایلاګ ده، لارې ناسته ده، لارې خبرې دي. سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا هیچ توجیه ندارد. افغانستان از چندین سال به این طرف از طرف پاکستان آسیب دیدن، باید طالبان در این رابطه جوابگو باشد و به توافقات دوحه عمل بکنند.